ببینید، خب اینها اعضای سپاه بودند، اعضای سپاه قدس بودند و رده های بالای سپاه قدس بودند. یعنی این آقای زاهدی مسئول لبنان و سوریه در سپاه قدس هستش. هم سپاه و هم سپاه قدس هر دو سازمان های تروریستی هستند و به این معنا اعضای سازمان های تروریستی طبیعتاً هدف مشروع حساب میشه. منتها به لحاظ تحلیلی اگر بخوایم بگیم، این که نشون میده که اسرائیل در انتخاب مکان حملات ریسک پذیری بسیار بالاتری رو داره الان بعد از حملات، بعد از حمله 7 اکتبر. این یک نکته هستش. نکته دومش این است که این آقای زاهدی در حال این یکی در بین این کسانی که در این ماه ها کشته شدن این بالاترین رده رو داشته. همین که فرمانده سپاه قدس در لبنان و سوریه بوده، همین که پیشتر از این فرمانده نیروی هوایی سپاه و فرمانده نیروی زمینی سپاه بوده و از این نظر این حمله مهمی بوده. من یک نکته رو هم بگم درباره سپاه قدس، به نظرم خیلی مهمه این کیس آقای زاهدین رو نشون میده. ببینید که شما یک نفری رو دارید که فرمانده نیروی هوایی سپاه و نیروی زمینی سپاه بوده، این از اون پست بالا میاد در واقع در یکی از معاونت های سپاه قدس فرمانده در واقع محلی به یک معنایی است. این واقعا نشون دهنده جایگاه ویژه سپاه قدس در ساختار درونی سپاه هستش که فرماندهانی از بالاترین رده میان در اینجا پست معاونت میگیرن. فقط ایشون هم نیستش، آقای محمد جواد اسدی هم بله. اون هم در واقع فرمانده نیروی زمینی سپاه بود، بعد فرمانده مستشاری به قول خودشون سپاه قدس در سوریه بود. این نشون دهنده اهمیت ویژه سپاه قدس در ساختار نیروی سپاه است.